در خصوص بخش بانوان یا همون کمیته بانوان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان نجف آباد با مخاطبان پایگاه خبری رادیو کوهنورد صحبت فرمایید. رشته کوهنوردی در شهرستان نجف آباد در قسمت بانوان خیلی علاقه‌مندان زیادی داره و مشاهده هستیم که هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. شاید چند سال قبل اگه نگاه میکردیم تعداد بانوان تو این زمینه و کسانی که پا به عرصه کوه و کوهنوردی میذاشتن زیاد نبود یا یه تعدادی جرأت و جسارت این کارو نمیکردن تو این شهر، اما الان اینقدر علاقه‌مند زیاد شده و بانوان این قدرت و این جسارت رو تو خودشون میبینن که وارد این رشته بشن با تمام سختی‌هاش، که وقتی نگاه میکنیم میبینیم باشگاه‌های کوهنوردی تو شهرستان نجف آباد شاید بخش عظیمیش از نیمه به بیشتر رو بانوان تشکیل میدن. توی هر برنامه اگر نگاه بکنیم میبینیم تعداد بسیار زیادیشون، شاید 60-70 درصدشون رو بانوان تشکیل میدن و این رشدی که در قسمت بانوان تو این رشته داره خیلی باعث خوشحالی هستش. غیر از اون بانوان الان در زمینه صعودهای ورزشی که تو رشته های کوهنوردی در داخل سالن هستش علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده و بانوان دارن تو این رشته هم کلاس ها و دوره هاشو میرند و داریم بانوانی که تو این زمینه دارن کار میکنن. حتی با اینکه کوهنوردی رشته ای که برای مربیگری گرفتن و مربی شدن تو این رشته یا حتی مدرس شدن خیلی دوره های زیادی داره که هم هزینه بر هست هم زمان بره، ولی شاهد این هستیم که بانوان تو این زمینه هم وارد شدن و یه تعدادی از بانوان موفق به گرفتن مدرک مربیگریشون تو این رشته شدن که باز این باعث افتخاره تو این شهر. و امیدواریم که ورزش کوهنوردی جوری پیش بره، آقایون جوری حمایت بکنن و بانوانمون اینقدر به قدرتی که دارن، به توانایی هایی که دارن پی ببرن و بتونن بیشتر از قبل و روز به روز بیشتر تو این زمینه وارد بشن و فعالیت بکنن، چرا که بانوان ما به خصوص بانوان این شهر توان نشون دادن توانایی رشد تو این رشته رو دارند. به نظر شما آموزش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش حوادث؟ خب توی دوره های آموزشی که ما میگذرونیم خیلی نکات زیادی رو به ما یاد میدن برای اینکه پیشگیری بکنیم از اتفاقاتی که ممکنه توی کوهنوردی باهاش مواجه بشیم و خب تو کوهنوردی یکی از مهمترین نکته ها پیشگیری هست و غیر از اون وقتی که باش مواجه بشیم خب خیلی نکته های دیگه رو بهمون یاد میدن و آموزش میدن و این توی برنامه ها چه قبل از این که بخوایم وارد برنامه بشیم برای این که بدونیم اگر تو این برنامه دچار حادثه شدیم یا اتفاق پیشبینی نشده برای ما افتاد چی کار کنیم، قبل از اینکه وارد برنامه بشیم برنامه ریزی کرده باشیم و در حین برنامه هم بتونیم خیلی راحت اونو مدیریت کنیم بدون استرس، بدون اینکه زمان کم بیاریم. و اینا رو توی دوره های آموزشی واقعا به ما یاد میدن و ما میتونیم از این آموزش ها بهره بگیریم، اما در کنارش تجربه و تجربه دیگران هم هست که میتونیم ازشون استفاده کنیم و اینکه بتونیم زمان بذاریم، وقت بذاریم، انرژی بذاریم و توی دوره‌های آموزش شرکت کنیم تا هم بتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم و هم از نکته‌هایی که توی دوره‌های آموزش به ما یاد میدن. خیلی نکته مهمیه که توی برنامه‌های اجراییمون میتونه به ما کمک بکنه، همین که دچار حادثه و آسیبی نشیم قبل از اون، یعنی پیشگیری بکنیم و اگر خدای نکرده زمانی هم توی برنامه دچار مشکلی شدیم یا اتفاق پیشبینی نشده ای افتاد تو طبیعت، اینا دیگه دست ما نیست، بتونیم اونجا خیلی راحت مدیریتش کنیم.
شما جدا از بحث فعالیتتون در به عرصه کوهنوردی، مسئولیت روابطومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد رو هم بر عهده دارید. ارتباطاتتون با هیئت‌های ورزشی در بخش روابطومی و رسانه‌ها چطوره؟ هیئت‌های ورزشیمون که خب مستقیما با بنده در ارتباط هستن، حالا یا با روابط عمومیشون ما کار میکنیم یا با خود رئیس هیئت‌ها. و خب خدا رو شکر هیئت‌های ورزشیمون غیر از اینکه خیلی فعال هستن تو زمینه ارتباط و ارسال گزارش‌های برنامه‌هاشون خیلی فعال هستن، همیشه تو اولین فرصت اخبار رو به دست اداره میرسونن و این خب آخرین فعالیتیه که هر کسی میتونه انجام بده. یعنی در واقع بعد از آموزش ها، بعد از تمریناتشون، بعد از شرکت تو مسابقاتشون، بعد از تمام زحماتی که میکشن تو این زمینه و شاید دیده نشه، تنها جایی که یک نقطه کوچیکی، یک قسمت کوچیکی از زحماتشون نشون میده همین ارسال گزارش ها و اخبارشونه که خب واقعا تعامل خوبی هیئت با ما دارن. من هم تو این مدت تمام تلاشم این بوده که باهاشون تعامل خوبی داشته باشم و هر کاری که از دستمون برمیاد براشون انجام بدیم. تو این مدت تمام تلاشم این بوده که با خبرگزاری ها و رسانه هایی که مجاز هستن تو زمینه الکترونیکی باشون فعالیت خوبی داشته باشیم، اخبار و گزارش ها رو به موقع و تو اولین فرصت براشون ارسال بکنیم. اونها هم با ما خدا رو شکر تا الان تعامل خوبی داشتن و همیشه همکاری خوبی بینمون بوده. امیرحسین رحیمی، خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد، پارک کوهستانی شهرستان نجف آباد، استان اصفهان. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت میکنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.